همراه شما هستیم در توییتر، دوست هم هستیم در فیسبوک. برنامه های ما را در یوتیوب دنبال کنید. صدای ما را در ساوند کلاود بشنوید. آدرس تلگرام ما میهن تیوی وان، رادیو تلویزیون میهن. درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم که بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشن، هفته خوشی دیگری در پیش داشته باشن. البته در هفته که گذشت داستانی که وجود داره و راه فراری نیست ازش، داستان کروناست و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی که ایجاد کرده و جدال‌های سیاسی هم آغاز کرده، باعث شده شروع بشه. و هفته گذشته اعلام شد چقدر بیکاری در ماه پیش بوده و رقمی که اعلام شده در حال حاضر درصد بیکارا چیزی نزدیک 14.7% و درصد خیلی بالاییه، ولی پیش بینی میشه که به 17% برسه بیکارا. بیشتر کسانی که از این وضعیت صدمه دیدن کسانی هستن که اصولا درآمدهای خیلی کمی دارن، شاید بین 30 تا 40 هزار دلار در سال درآمد دارن و تأثیر گذاشته به کار اون بخش از جامعه خیلی شدیدن. البته برنامه‌های زیادی هستش که به اصطلاح کمک مستقیم مالی بکنن به مردم، ولی تا کی میتونن این کمک رو بکنن بر فرض انجام بدن؟ دولت خب یه سری مقدار پول پخش کرده بین مردم، این کسانی که زیاد صدمه دیدن نمیتونن کار کنن. خب این برای یه ماه کافی یا دو ماه کافی، خب ماه بعدش بنابراین دولت این امکان مالی رو نخواهد داشت که پی در پی هر ماه مثلا پولی که 17% از نیروی کار انسانی باید خودش در میورد در اقتصاد با کار کردن دولت رو تامین بکنه. و مسئله اینه که این بسته شدن کشاورزی ها و صنایع امریکا نمیتونه به هیچ وجه ادامه پیدا کنه بدون اینکه صدمه خیلی بدی به اقتصاد بزنه، به اقتصاد امریکا. و حتی وقتی این پول کرانی که دولت امریکا تا حالا داده، مثل که چیز بیشتر از 2 تریلیون دلاره، این میره به بدهکاری دولت افزوده میشه و در اصل یک روز بعد پرداخت بشه. و این طرف راهی هم که پرداخت بشه اینه که مالیات ها بره بالا و از طرف دیگه هم یه مقدار زیادی متکی به تورم هستن، تورم این ارزش این پول بیاره پایین و این بدهکاری هم راحت تر پرداخت بشه. ولی در اصل این مسئله اصلی اینی که اقتصاد بسته شده و روز به روز هم در ایالت های مثل کالیفرنیا و نیویورک مقررات بیشتری میذارن برای اینکه محدود کنن مردم رو از در کار کردن و بیرون رفتن و این اصولا کمکی نمی کنه از نظر اقتصادی. این باعث شده که این ایالت ها درآمد مالیاتشون رو دست بدن، چون مالیات که پرداخت میشه هم به استیت، هم به ایالت، هم به دولت فدراله و حتی در بعضی نهاد به شهر هم باید مالیات بدن کسانی که کار میکنن. برابر این وقتی کسی کار نمی کنه، این بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کار نمی کنن، از اون امکان پذیر نیست از خونه کار کنن، حتی فرق زیاد میشه، تولید ناخالص ملی میاد پایین. و این که برفر شهردار لس آنجلس هر روز میاد سخنرانی میکنه که ما اینجوری کنیم، بعد اینجوری ببندیم، اینجوری نریم سر کار، فلان، در خونه بمونید، استی ات هوم. ولی خب در اصل وقت بگه استی ات هوم اف یو کن افورد، اگه میتونید خرج خودتون رو تامین کنید تو خونه بمونید، یا میتونید از خونه کار کنید. من صرفا
خونه نشستن، خب مردم باید غذا بخورن، کرایه خونه شونه بدن، تمام بیلاشونه بدن، و اینا خب باعث میشه که اینا که بدون کار کردن امکان پذیر نیست و بیشترین صدمه برابری به اقتصاد زده شده به خاطر این بسته شدن اقتصاده و اکانومیه و که تعداد بیشتری این بیماری رو نگیرن. ولی خب مسئله اینجاست که این بیماری یه گروه مخصوصی از بخش مشخصی از جمعیت تأثیر زیادی میذاره. خب جوان ها خیلیشون میگیرن و طورشون هم نمیشه. بیشتر تأثیری که میذاره کسان مسن هستن، سنشون زیاده، و کسانی که یه مشکل پزشکی دارن و از اون گذشته بیشتر تو خونه های سالمندا بوده. این که کسانی که تو خونه های سالمندان زندگی میکردن بیشترین درصد از این کسانی که جونشون از دست دادن به خاطر بیماری کرونا رو تشکیل میدن. بنابراین خب بخش دو بخش وجود دارن. خب بخش دولتی دموکرات ها که خیلی علاقمندن همه بخش های زندگی مردم رو کنترل بکنن و لره مردم باشن، خیلی در این موضوع علاقمندن. برای نیویورک و کالیفرنیا که دو تا استیت خیلی لیبرال هستن و اعتقاد دارن که دولت باید همه چیز کنترل بکنه، خیلی میبینیم تبلیغ میکنن براش و سعی میکنن تحمیل کنن مقررات خودشونو. خب مردم هم تظاهرات میکنن، مخالفت میکنن، البته به طور گسترده نیستش، به طور محدوده. ولی خب از این محدوده راضی نیستن. خب کسانی از حاضر هم زندگی کردن اصولا ریسکه و به تمام ریسکی که مثل تصادف در اتومبیل رانی ممکنه سکته مغزی بکنه، سکته قلب بکنه، و برای این هم یه ریسک دیگه به زندگی اضافه شده. و بیشتر این کاری که تصور میکنم معمولا باید دولت بکنه در اون محلهایی که برف از خانه سالمندان که خیلی در خطرن تأکید بکنه، نه اینکه برف از مردم رو نظرم برن تو ساحل دریا که البته در کالیفرنیا هم این رو میذارم برن، ولی نمیتونم با عنوان پتوشون پهن کنم بشینم و دور هم جمع شنم و تفریح کنم به این ترتیب. فقط میتونم برم دریا شنو بکنم و بدون و فعالیت بکنم به طور کلی. از این وضع یکی از نظر کرونا ایجاد شده و به نظرم نمیاد که این سادگی ها ازش خواهی فراری داشته باشیم. از طرف دیگه این کاری که بعضی ایالت ها انجام دارن که به شدت بستن اقتصاد رو که بیشتر گاورنرهاشون یا اداره کنندگانشون دموکرات هستن، البته این کسب بودجه قابل ملاحظه‌ای دارن و یک دعوایی در کانگرس امریکاست که خب دموکرات ها میگن بعد دولت فدرال پول بده به این استیت هایی که کسب بودجه دارن. خب طبق معمول ریپابلیکن ها خیلی گرانجی هستن و از پول خرج کردن خوششون نمیاد و به ویژه قرض کنن خرج کنن و باش مخالفت میکنن. و مسئله دیگه هم که هستش اصولا بعضی از استیت ها مدیریت خوبی ندارن و پوقای زیادی به کارمندهای شهرداری ها میدن یا به شهر کارکنان استیت یا ایالت میدن و خیلی بازنشستگی هاشون خیلی زیاده و رقمای خیلی بالایی. برفرض کسانی که تو آتش نشانی کار میکنن شاید با $200,000 بازنشسته بشن و رقمش خیلی درصد بالاست و به خاطر همین هم این صندوق های بازنشستگی که هستش خیلی بدهکاره. یعنی اسمم برفرض های باید 100 میلیون داشته باشه تو صندوق بسات 20 میلیون داره، یعنی درصد خیلی پایینی از اون پولی که قرار خرج کنه داره و به خاطر همین هم هستش که خب دموکرات فشار بیارن که دولت فدرال این پول بده و از اون طرف دیگه ایالت های دیگه هستن که خب خرج دخلشون یکیه و مثل فرض آریزونا یا نوادا و ایالت هایی که بر نورس داکوتا و ساخت داکوتا و غیره، اینا میگن خب ما چرا بیم خرچید
آدمایی رو بدیم که در نیویورک یا کالیفرنیا هستن. اصلا این اختلاف وجود داره. این وضعی که در حال حاضر وجود داره از سر کرونا. از طرف دیگه این شرکت هایی که زیاد صدمه دیدن از نظر بفرست شرکت هواپیمایی، بیشتر هواپیماشون نمیتونن پرواز کنن چون کسی پرواز نمی کنه صورت. به خاطر هم مقداری غیری بهشون مالیاتاشون رو به تعویق انداختن. ممکنم ببخشن ولی خب فعلا به تعویق انداختن که در تعویق مدت شاید قسطی بدن و شروع شده این داستانم بر ترتیبی در جریانه. البته برفرض به یه ایالتی هستش ویسکانسین، دادگاه گفته که فرماندار نمیتونه ممنوع کنه مردم از کار کردن، باید بذاره کار کنن. یکی از نکته‌های جالب یا محاسنی در امریکا وجود داره اینه که چون این ایالت‌های یونایتد استیت به عنوان کشور وصولن و اینا با هم متحدن و یه مقدار استقلال داخلی قابل ملاحظه‌ای دارن. البته اگه بخوان جدا باشن می‌دونیم که جنگ داخلی شد ایسه ندارن، ولی در اصل یک اختیارات داخلی دارن و چجوری میخوان استیتشون یا ایالتشون اداره بکنن. یعنی باعث میشه که به طور دیکتاتوری نتونه دولت مرکزی یه چیزی رو تحمیل کنه به همه، باید قانعشون بکنه بیشتر تونه که تحمیل بکنه. خب در این مورد ویسکانسین میدونیم که خب فرماندارش میخواسته این کار بکنه یا گاورنرش اداره کننده اون ایالت، ولی دادگاه که تصمیم نهایی رو میگیره معمولا هر اختلافی و هر نوع اختلافی میخواد باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه و غیره، سرانجام کارش به دادگاه میرسه و دادگاه‌های آمریکا خیلی معتبر هستن و قاضیایی که هستن اصولا خیلی بی‌طرفن و رأی منصفانه میدن و بسیار البته به تمایل سیاسیشون هم داره. در این مورد ویسکانسین چنین کاری رو انجام داده. از طرف دیگه ما میدونیم که خیلی شرکت‌های امریکایی شرکت‌های داروسازی زیادی داره و اینو به شدت دارن تلاش میکنن که این واکسن این ویروس کرونا رو پیدا بکنن و که مردمشون هم واکسن بکنن که این بیماری نگیرن. و در این مورد هم اینجوری که گزارش میشه چینی‌ها سعی میکنن که این تحقیقات که شرکت های امریکایی کردن بدوستن. البته من دو جا دیدم که چنین تلاشی دارن میکنن تو افتایر اینترنت بر ترتیبی دسترسی پیدا کنن به اسرار این شرکت های داروسازی. برفرض گیلیاد چنین کاری دارن میکنه، سعی میکنه باکسن کرونا رو بسازه دارن و این هم چیزو بدوستن و اون که خب این اتهام هم بهش زده میشه یه معروف شده چین یا به دزدی دارایی روشنفکرانه. بله بله از طرف بیکاری که صحبت شد که رقمش خیلی بالاست و بیشترش در تمام بخش‌های صنایع امریکا هستش این مسئله بیکاری و هیچ همیشه تیتر اصلی روزنامه ها این مسئله بیکاری در حال حاضر و افزایش این تعداد بیکاری که پیش می شود به 17% برسه رقم خیلی کوبنده ایه و چنانچه یه چنین درصدی از مردم بیکار بشن خب اختشاش شده دیگه برپیش خواهد داده یه حل نشه. ایزو فرمی در این فاصله در آقای برمایه نگاهی بکنیم به بازار سهام ببینیم در چه حال. ایزو فرمایید من میرم ساین اپ هستم. در
در حال حاضر داو جونز 31 پوینت منفیه، ولی امروز صبح تا 400 پوینت هم منفی بود. چیزه فرمه بتونم این رو من به اشتراک بذارم. خیلی تغییرات شدید بود از اول صبح تا به حال. بیشتر این پایین رفتن که دیروزم البته این اتفاق افتاد، دیروزم منفی بود بازار سهام در اواخر روز، و علت اساسیش هم اینه که رئیس فدرال ریزرو یا بانک مرکزی امریکا اعلام کرد که دولت باید بیشتر از این پول تزریق کنه در اقتصاد امریکا اگه چنان که میخواد وضع بدتر از این نشه. و خب البته یک جدالی هم در کانگرس هستش بین ریپابلیکن و دموکرات ها که این پول بیشتر میخوان بعد قانون بگذره تا بتونن پرداختش بکنن، ولی اختلاف دارن در اون جزئیاتش و در هر واحدش چجوری باید باشه. برفض ریپابلیکن ها نمیخوان به استیت ها پول بدن مثل استیت کالیفرنیا یا نیویورک، دموکرات ها میخوان این کار انجام بدن. ریپابلیکن ها میخوان قانونی بگذارن که کسانی که میرن کار میکنن در یه شرکت اگه مبتلا به بیماری کرونا شدن نتونن دولت رو در اون شرکت رو سو بکنن یا تعقیب قانونی بکنن. دموکرات ها معمولا موافق این موضوع هستن، چون و اگه به شرکت قرار باشه تعقیب قانونیشون به خاطر اینکه کارکنانشون بیماری کرونا گرفتن داستان دیگه ای میشه که چقدر خرج براشون داره. ولی در صورت این وضعیه که وجود داره و این اختلاف هایی که هستش. اجازه فرمایید من اینو به اشتراک بذارم با شما. ولی همونجور که مشاهده میکنید داو جونز در حال حاضر 94 پوینت منفیه، نزدک 87 پوینت، بیشتر از 87 پوینت منفیه، و S&P 500 هم که بیشترین ملا، بزرگترین ملاک وضعیت بازار سهام، بیشتر از 20 پوینت منفیه. ولی خب اگه زنید من اکسپندش بکنم، همونجور مشاهده میکنید امروز پایین ترین قیمت که رفته بوده 22,790 بوده داو جونز، که خیلی پایین بوده، رفته بود زیر 23,000، ولی بالاترینش 23,098 و الان هم می‌بینیم که 23,293. اینجوری ببینید در هفته گذشته چه برای سر بازار سهام اومد. همونجا مشاهده می‌کنید در 12 تا 24,382 بالا رفته بوده، ولی خب از 12 تا الان مرتب داره پایین میاد. این دو روز دیروز و امروز هر روز پایین رفته، و در جمعه که حد اکثر پایین رفته بوده و یک وی شیپی هستش که اومده بالا. و این وضعیه که بیشتر به خاطر صحبتهایی بود که رئیس بانک مرکزی انجام داد. بگذاریم این وضعی بود که از این نظر وجود داره. البته لحظه
همینطور کامپیوتر داره اذیت میکنه. همینطور البته بخش هایی که خیلی پایین رفتن، بخش نفت دوباره مشکل اساسی داره، البته یه مقدار زیاد جبران کرده بود ولی دیروز به شدت پایین رفت، همه شرکت های نفتی ارزششون پایین رفت و به عنوان مثال این فرمید من بله به عنوان مثال شرکت بریتیش پترولیوم، شرکت نفت ایران دیش سابق الان 22 دلار هر سهمش پایین رفته، 23-24 بودش دیروز یا پیروز، خب مرتب رفت پایین. لاتاستیشنم که خب یکی از شرکت‌هایی که خیلی دچار مشکل شده به خاطر اینکه بدهکاری زیاده و اکثر این شرکت‌ها بدهکاری زیادی دارن، معمولا وقتی چنین وضعی پیش میاد که وضع خیلی استثنائیه و همشون زیر فشار هستن، اجبارا یه مقدار داریاشون بفروشن. ولی خب شرکت های نفتی در حال حاضر کسی حاضر نیست دارایی کسی بخره، به خاطر همین هم خب همه گرفتار وضعیتی هستن که دارن. البته شرکت های فنگ که مثل اپل امروز خب منفیه بیشتر 2 پوینت، آمازون منفی بیشتر 1 پوینت که خب خیلی اندک هستش، فیسبوک هم بیشتر از 1 پوینت منفیه، گوگل معمولا بیشتر از 6 پوینت منفیه و مایکروسافت هم بیشتر از 2.77 پوینت منفیه و اینا به شکل فنگ هستن که اینجور رفتن پایین، زیاد پایین نرفتن طور قابل ملاحظه پایین نرفتن، ولی نسبتاً هم میگیریم به چند ماه پیش میگیم هنوز هم خیلی رقم‌های بالایی هستن، خیلی گرون هم برفض. الان آمازون چیزی 23,064 رقم خیلی بالاییه، خریدنش هم خطرناکه تو این شرایط که وجود داره. ولی خب بعضی ها درصد میخرن که این قیمت مونده سر جاش و اینا اگر بخوان بیشتر بفروشن به احتمال زیاد میاد پایین. البته این بستگی داره که چقدر این مردم امیدشون از دست بدن به بازار سهام. ولی نکته خیلی عجیب اینجاست که کسانی که خیلی پروفشنال هستن، حرفه‌ای هستن در این کار، میگن هیچ یک گسستی وجود داره بین شرایط اقتصادی و بازار سهام، به این معنی که شرایط اقتصادی خیلی بده ولی بازار سهام این خیالش هم نیست، هنوز بالاست و این میگین نباید اینقدر بالا باشه. این بخش قابل ملاحظه ای مثل بافت برفرض که یکی از کسایی که تو بازار سهام یک بیلیونره چه این حرفی زده که این گفته من نمیخرم اصولا، و معمولا این کسانی که در این حرفه بیلیونر شدن یا میلیونر شدن وقتی بگن نمیخریم حرفشون خیلی معتبره. بله البته این وضعیت بیکاری که پیش اومده و عده زیادی بیکار شدن خب خریدار نیست، مردم پول ندارن و خرید نمی کنن و اون 14.7% که برفرض در حال بیکار شدن پیش بینی میشونه به 17% خواهد رسید، جمعیتی مثل 30 میلیون هستن و معمولا نام خب هرچی در میارن خرج میکنن، زیاد پسنداز نمی کنن این بخش چون کم درآمد ترین بخش جامعه، برای تأثیر گذاشته روی ارزش کالاها پایین اومده چیزی لحظی 1% 0.8.8.1% پایین اومده ارزش کالاهایی که داره عرضه میشه. رو به طور کلی
همه چیز به هم ریخته، برفرض مواد غذایی کم شده، همونجوری که نمیدونم در امریکای باشه کسانی گوشت میکنن به این مرام مسئله گوشت پیش اومده، یه گوشت چون کارخونه هایی که به صلاح قصابخونه ها هستن کارکنان زیادشون به کرونا مبتلا شدن، معلوم شدن ببندن و وقتی تعداد زیادی از این کارخونه ها بسته بشه خب کمبود میشه، در اون گوشت کمبود پیش میاد. البته به جمهور ترامپ هم دستور که باید باز بشن، اینا مجبورن بعد باز بشن وقتی چنین دستوری میاد. این به طور کلی تاثیر گذاشته دو وضعیت مواد غذایی. از طرف مواد دیگه مثل مثلا لباس و غیره اونا خیلی فروششون کمتر اومد شده، حتی آنلاین هم میشه خریدشون ولی صرف نظر اینکه مغازه ها خیلی بستن تعداد کمشون اندکیش باز شده اخیراً. حالا باز با این حال مردم زیاد دنبال خرید لباس و این چیزا نیستن و برفرض در فروشگاهی که قبلا خب هم غذا میفروختن مثل کاسکو و غیره، هم مردم خیلی میدین خرید لباس میکنن و وسایل خونه رو میخرن، ولی الان ولی وقتی میرین تو فروشگاه فقط دنبال غذا خریدن، مواد غذایی هستن مثل مواد خوراکی مثل گوشت و نون و سبزیجات و غیره. اینه که قیمت ها اومده پایین، البته ما میدونیم که قیمت نفت خیلی اومده پایین، الان بنزین در کالیفرنیا $2.30 که در حالا باور نکردنی، یه خب از طرف دیگه کسی کار نمیکنه که از این بنزین ارزون استفاده کنه به سر کارش یا که بره مسافرت. مسافرت رفتن هم خیلی کم شده صورت به این وضعی که پیش اومده، به خاطر همینه که بنزین در کالیفرنیا اینقدر پایین بیاد در استیت‌های دیگه مثل تگزاس الان زیر $2، یعنی خیلی جالبه که برفرض این همه قیمتش پایین رفته. البته بحثی هستش که همیشه در بحثایی که به اصطلاح خیلی دست چپی و کمونیست ها میکنن همیشه هر مقاله که می نویسن این مقاله توش هستش که جامعه مصرفیه و اینه که خب مردم این مصرف میکنن، اینشون این کسانی که این مقاله رو می نویسن خوششون نمیاد مردم مصرف کنن، یعنی انتخاب داشته باشه که مصرف، و اینجور نشون داده میشه که باید یه تشکیلاتی باشه تصمیم بگیره مردم چی بخرن چی نخرن و طبق اون کنترلی روش باشه، و این هشداریه که به فرض وقتی مردم گوش میکنن این هفته رو بدونن معنی واقعیش چیه. معنی واقعیش اینه که مردم حق ندارن هرچی میخوام بخرن، و اگه میخوام بخرن باید یه تشکیلاتی باشه معین بکنه چی اینا میتونن بخرن نمیخرن، و به گفته دیگه هم جیه بندی بشه تشخیص بدن که این چیز نباید باشه، بنابراین خیلی بعد کم تولید بشه و جیره بندی بشه و غیره. همون چون که البته ما تجربه در کشورهای کمونیستی داشتیم و در رژیم جمهوری اسلام در اوایل انقلاب داشتیم، کسانی در ایران بودن کاملا به خاطر میارن این که تمام کالاها جیره بندی شد، و خیلی نکته قابل ملاحظه ایه که مردم قانع میشن که سیستمی رو به هم بریزن، وقتی اون سیستم به هم بریزن جز بدبختی و مشکلات چیزی براشون ایجاد نمیشه. حالا میخواست در چین کمونیست باشه، در روسیه باشه، یا انقلاب 57 ایران باشه، چون در اصل قبل از سر کار اومدن آخوندا و پاماوریاشون تسلطشون بر جامعه از نظر سیاسی، خب بالاخره مردم در اصل زندگی نسبتا خوبی داشتن و اون مسائل خیلی از مشکلات نداشتن که با سر کار آمدن جمهوری اسلامی ایجاد شد براشون. حالتا این کسانی هم که به جریان‌های سیاسی هستن که افق فکری رو به مردم میدن که این رژیم اینقدر بده، اینش بده، اینش بده، ماش بده، و ما بیاییم اله میکنیم، بله میکنیم، بهترین زندگی‌ها رو فراهم میکنیم، و البته نتیجهش معمولا معکوسه و
تجربه تاریخی نشون میده که بدترین شرایط ایجاد میکنن. معمولا جنگ با خارجی ها شروع میشه، جنگ داخلی شروع میشه، معمولا مواد غذایی از بین نیستش و کم میشه، برفرض در چین کمونیست انقلاب فرهنگی باعث میشه 50 میلیون کشته بشن، حالا مستقیما یا از فقر. و این که باید هوشیار باشن از این نظر که وقتی این جماعت که میان صحبت میکنن و بهشتی رو در آینده بهشون قول میدن، معمولا اون بهشت تبدیل میشه به جهنم. بارها هم دیدیم. البته یه جریانی که خیلی در ایران مهمه، در تاریخ معاصر ایران، صرف نظر از اینکه اول انقلاب مشروطیت خیلی مثبت بود همه چی، ولی بزرگترین ضربه‌ای که به اصطلاح بزرگترین کار غلطی که انگلستان کرد، معمولا این قرارداد 1907 بود که با روسیه بست و ایران را از نفوذ سیاسی به دو قسمت تقسیم کرد. این بزرگترین ضربه‌ای بود که زده شد به اعتبار انگلیس در ایران و بزرگترین ملاکی شد که اصلا تاریخ آینده ایران رو برای 100 سال بعد معین کرد. حتی هنوز هم تأثیر داره. این مقدار عملا تأثیر داشت، این مقدار در حال حاضر ذهنیه، چون چیزی وجود خارجی نداره. ولی این باعث شد که پیش از اون هایی به خاطر بیم، خب انگلستان خیلی کمک کرد به انقلاب مشروطیت، در صحنه به صلاح در سفارتش مردم تحسن کردن طرف دوران انقلاب مشروطیت. باعث شد یه ایران دسکی بودش که پروفسور براون ری میگردوندش در اونجا و برای انقلاب مشروطیت خیلی تبلیغ میکرد و که پشتیبانی میداد بهشون. ولی خب این جریان بعد از اون 1900 عوض شد و از اون به بعد ایران اصولا در جهت غلط تاریخ بود. برفرض در جنگ اول جهانی اعلام بیطرفی کرده بود، ولی خب تمایلات به طرف آلمان داشت و حتی اصلا آدمی مثل تقی‌زاده رفته بود در آلمان داشت بر علیه متفقین توطئه میکرد در ایران، که خب چیز خیلی عجیبیه. در اصل اعلامش هم بدیم، بازم در جنگ دوم جهانی هم چنین وضعی بود، با ایران در جهت غلطی بود، بیشتر طرف آلمان بود و نفوذ زیادی در ایران داشت و سرانجام با رضا شاه حسابش پس داد. و پس از اونم خب ما میدونیم که در این دوران انقلاب مشروطیت حتی دوران رضا شاه جریان اسلام سیاسی وجود داشت که همیشه مخالف مدرن شدن که تجدد در ایران بود و صنعتی شدن ایران بود، آزادی مردم بود، این باز شدن جامعه بویژه در دوران رضا شاه رشد قابل ملاحظه که کرد از نظر اقتصادی اجتماعی، دولت در خدمت مردم با قرار گرفت، آموزش پرورش سراسری تشکیل شد، بهداشت سراسری تشکیل شد، تمام این وزارتخونه‌هایی که قبلا هیچ خاصیتی نداشتن اصولا شروع کردن خدمت کردن مردم. خب ده هزار نفر دانش آموز شونه تا به تحصیل بکنن، تو مثلا دانشگاه تشکیل شد برن تحصیل بکنن در دانشگاه، این پیشرفت های خیلی قابل ملاحظه بود، ولی خب اسلام سیاسی باش مخالف بود. در صد در بین سالهای 20 تا 27 که متفق ایران اشغال کردن، ولی خب تا 24-25 هم رفتن بیرون از ایران، مجلس شورای ملی یک قدرتی به دست گرفت، قدرتش منشأ قدرت شد دوباره و منشأ قدرت و پذیرشوارگی تصمیمی گرفته میشد از طرف بالاخره تمام مردم بود، نمایندگان مردم بودن و بعد اعتبار داشت اصولا. در صدی جریانی بود که از اون ضد قرن بودن بیرون اومدن، ضد دنیا را آزاد بودن، ایران نجات پیدا کرده بود در این فاصله. خب به اونجا مصدق نخست وزیر شد و به خاطر ملی کردن شرکت نفت ایران انگلیس به جنگی دوباره با غرب شروع کرد. می‌بینیم که ما در اینجا این اصولا همش در جنگ با دنیای آزاد بودیم و این بار مثلا مصدق رهبر شروع داشت و
نتیجه دو سالان این دوره کشور از نظر اقتصادی و سیاسی تعطیل شد و صدمه زیادی خورد از نظر اقتصادی. مجلس اصولا بعد از اونم دیگه هرگز نتونست اون اعتباری رو پیدا کنه که برفرض در سالهای 20 و 27 داشت و یک دورانی شروع شد که دنیای ایران با دنیای غرب یا دنیای آزاد رابط خوبی داشت. رهبرش هم خب طبیعتا امریکا بود بعد از جنگ دوم جهانی. خب مردم هم خیلی به ایران ما میدونیم که پیشرفت قابل ملاحظه کرد. بحثی نیست که رژیم دیکتاتوری بود، ولی همین که در دنیای آزاد بود و روابط با دنیای آزاد داشت و موفقیت های قابل ملاحظه داشت اصولا در این سالهای یویش از سال 40 به بعد، از وقتی که اصلاحات ارضی شد و سپاه دانش تشکیل شد و غیره، اینا خیلی تأثیر قابل ملاحظه جامعه ایران گذاشت و رشد قابل ملاحظه از صنعتی هم داشت. نسبت نگاه بکنیم بهش، بیشتر تمامش در رابطه با دوستی با غرب بود، با دنیای آزاد بود، جنگی با دنیای آزاد نداشت. ولی بازم اگه توجه بکنیم وقت جمهوری اسلامی سر کار اومد، تنها چیزی که شروع شد جنگ با دنیای غرب بود و هنوز هم ادامه داره با تحریم های اقتصادی. همینا باعثش چیه؟ به خاطر اینکه اون سیاست هایی که اسلام سیاسی داره و توصیه امپراتوریش میخواد، امپراتوری شیعه رو میخواد در خاورمیانه ایجاد بکنه، درنش درگیر شده با دنیای آزاد، رژیم دیکتاتوری تمام مخالف رو سرکوب میکنه، بیرحمانه اعدام میکنه هر چی بخواد. و این نکته اساسی که ما میتونیم ببینیم اینه که ایران هر وقت با دنیای آزاد درگیر شد در هر عنوانه، شروع که از صدمه دیدن در این تاریخ محصولی که داریم. من خب البته یک عواملی باعث شد مثل قرارداد 1907 ذهنیت تحصیل کرده های ایران ها خیلی تحصیل گذاشت روشت، یه ویژه طبقه حاکمه رو یا طبقه روشن فکر رو که ملاج قرار میدن این چیز که طبیعتا هم باید بدن. نکته قابل توجه خیلی ما بهش تعجبیم که ایران همیشه پیشرفت کرده وقتی که در دوستی با دنیای آزاد بوده و صدمه دیده، مردم روزگار بدی داشتن، وقتی در ایران در حال جنگ بوده با دنیای آزاد. خب چه میخواد مصدق باشه، دوران مصدق باشه، چه دوران جمهوری اسلامی باشه، چه دوران رضا شاه که در اواخر حکومتش به شدت رفت طرف آلمان در جنگ جهانی جهانی و سرانجام شومی هم پیدا کرد. خب ایران خاکش اشغال شد، چنان که این سیاست نداشت رضا شاه و در رابطه دوستی با دنیای آزاد بود و برفرض در طرف دنیای آزاد میشد. حتی اعلام بی‌طرفی کرده بود، ولی عملا ما میدونیم که شاید بیشتر از 1000 مأمور انگلیسی در ایران، مأمور آلمانی در ایران بود در اون موقع فعالیت میکرد. از اون نکته‌ای که ما باید ببینیم، البته خیلی تبلیغ میشه روی مصدق به عنوان شخصیت ملی بوده و طرفدار مردم بوده و غیره، کسانی هستم که در این برنامه تبلیغ میکنم براش، ولی خب در نهایت رو نگاه بکنیم ببینیم که این در حال جنگ بوده با غرب و دنیای آزاد و اصولا تعطیل اقتصادی ایران و تمام صدمات سیاسی و اقتصادی و بحرانی که ایجاد کرده. البته من یا آقای امینی میخوان در این برنامه در باره تاریخ معاصر ایران صحبت کنند و مسلماً میدونیم که ایشون چجور ترفیش میدونند. در اینجا من یه سوال های مطرح کردم که ایشون شاید بتونن جوابش بدن یا در نظر بگیرن. این سوال به این ترتیب: آیا زنده نگه داشتن داستانواری ضد دنیای آزاد و تبلیغ برای قانونمند نبودن جهانی ایران مدلی بهتر از جمهوری اسلامی میتواند باشد؟ سوال بعد: آیا مصادره اموال شرکت نفت ایران به انگلیس زیرنامه ملی کردن، متروک نگاه داشتن ایران از
کشورهای پیشرفته جهان و جلوگیری از پیشرفت صنعتی شدن ایران نیست؟ آیا بنیاد سیاسی مصدقی ها، اسلام سیاسی، کمونیست ها بیرون نگه داشتن ایران از دنیای آزاد نیست؟ مصدق این کار را برای بیشتر از 2 سال انجام داد و جمهوری اسلامی پس از انقلاب 1358 تا امروز انجام داده است. چنانچه انتخاب بین مصدق و مجلس شورای ملی و سنا باشد، شما کدام یکی از آنها را انتخاب می نمایید؟ چون در دوران حکومت مصدق مجلس سنا منحل شد و مجلس شورای ملی هم بسته شد و مصدق در تمام دوران حکومتش با فرمان و امر حکومت می کرد. تفاوت شما به عنوان یک مصدقی در سخنانتون بر کنار مصدق آقا یک توطئه امریکایی می دانید و بر روی اون تاکید می نمایید که می توان گفت یک نوع تبلیغ ضد امریکایی است با جمهوری اسلامی که همین کار را زیر عنوانهای دیگری می نماید در چیست؟ این ذهنیت منفی که ایجاد شده در مورد دنیای آزاد و در آزاد امریکا رهبریش داره و دموکراسی رو رهبری میکنه در جهان و نگهش هم داشته. اگه بدون امریکا ما میدونیم که روسیه و این چین کمونیست چه برای سر دنیا خواهند آورد و چه دیکتاتوری ایجاد شد. در این تمام ذهنیت تبلیغ که میشه به این شکل در نهایت به نفع دنیای دیکتاتوری. در این آیا داستانوار شما برای برکنار مصدق چیزی بیشتر یک تبلیغ ضد امریکایی بنیاد است؟ مصدق جز ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی و تعطیل مجلس و سنا که بنیادهای دموکراسی در ایران بودند چه کاری برای مردم ایران انجام داده است؟ سهم داشتن ایران در یکی از 3 شرکت بزرگ نفت جهانی در آن زمان نمیتوانست برای مردم ایران افتخار باشد؟ شغلی که شرکت نفت ایران انگلیس در ایران ایجاد کرد از 1901 میلادی برای شما چقدر با ارزش و بی ارزش است؟ باید ترجمه کنیم در 1901 فودالیزم کامل در ایران حاکم بود. صنایع ایران خیلی محدود بود. در شهرها آفتابه درست میکردن، گاری درست میکردن، اصولا جای مردم بتونن کار بکنن وجود خارجی نداشت و هر تنها کار باید کشاورزی میکردن و کشاورزی ها تقریبا صفر بودن. یک نوع برده های اربابا بودن، یکیشون هم قاجارزاده ها بودن همشون که مصدق هم یکی از اون فودال های بزرگ بود. برای 1901 یک مشتی مابایی پیدا میشه به عنوان دارسی صنعتگریه که در اون موقع فقط 2 شرکت بزرگ وجود داشت. استاندارد اول در امریکا بود و شل هم در داچ بود، در هلند بود. به این 2 شرکت، شرکت سوم شرکت نفت ایران انگلیس بود. اینا اومدن در ایران 8 سال کار کردن، پول خرج کردن. کار به جایی رسید که دارسی داشت ورشکست میشد و تمام بیشتر سهام شرکت فروخت به برموا اول کمپانی، نفت، شرکت برموای نفت، و اونا شروع کردن دنبال کردنش. در اصل این شرکت در اون موقع شغل ایجاد میکرده و 1000 نفر درش کار میکردن به طور موقت. بر فرض لوله نفت از مسجد سلیمان میکشیدن به طرف اهواز، چیزهایی که اصلا غیر ممکن بود که در ایران اتفاق بیفته در اون زمان 1901 یا 1290 اگه اشتباه نکنم خورشیدی. و این همیشه این پول در ایران داشت خرج میشد، طور شد که ایران بزرگترین پالایشگاه نفت داشت در نهایت و بزرگترین تأثیرات نفت ایران شرکت نفتی ایران نیست در ایران بود. و از اینکه چیزی رو مثلا توجه بکنی، هر کشوری در اروپا نگاه بکنی، ایتالیا هیچ نفتی نداره ولی یه شرکت نفت هستش که ازش حمایت میشه، دولت ازش حمایت میکنه، مردم ازش حمایت میکنن که بتونه در سطح جهانی برای مردم ایتالیا کار بکنه. همین وضع در مورد اسپانیا وجود داره، شرکت نفت بزرگی داره. بنابراین داشتن یک صنعتی در یک کشور برای اون ملت باید افتخار داره که میبینید تمام ملت‌های جهان دارن این کارو میکنن. برفرض
چین کمونیست به این شرکت واویش افتخار میکنه که بزرگترین تولید کنند، بزرگترین سازنده زیربنای صنایع اینترنت. در همین اینکه یه جنگی هم داره با امریکا و در این برنامه هم بحران برش صحبت شد. بنابراین داشتن این شرکت در ایران هرچی هم که بگیم ضرر داشت، استفاده داشت. وقتی 100 هزار نفر ایرانی دارن کار میکنن توش با حقوق میگیرن، این خودش استفاده بزرگی. حالا شرکت انگلیس ها می سودی میبرن، بحثی توش نیست. همیشه هم جای مذاکره هستش، همیشه هم میشه یه جوری معمولا هم این جوری بود در تمام این دوران تاریخ به اصطلاح وجود شرکت نفت ایرانی نیست. همیشه ایران شروع کرد با مذاکرات که میکرد امتیاز بیشتر و بیشتر و بیشتری میگرفت تا وقتی که مصدق پیدا شد و کفشی هر توی کفش که حتما باید به این ترتیب باشه و بریدیم بیرون رو خودمون نفت میفروشیم. البته بلدم نبود چی توی استخراج کنه. من میدونم که تمام مشتران دوتا آجر رو هم نذاشته بود زندگیش. در اصلاحات داشتن این شرکت یه افتخار بود برای ایران و از اون گذشته یه زمینه بود که شرکت های دیگه پشت سرشون بیان. من ادامه میدم به این سوال هایی که وجود داره، چند تا بیشتر نیستش. شما فکر میکنید تبلیغ برای یاد گرفتن از شرکت نفت ایران نیست بهتر است و تبلیغ برای نفرت از خود؟ خبیش صنعت بزرگی وارد شده به عنوان روشن، به عنوان آدمی که ثروتمند، اموال داره، املاک داره، میتونه مثل راحت بره در میتونن برن اروپا درس بخونن برگردن، هرچند که اون درس خوندنشون معمولا هیچ تأثیری تو ذهنیتشون نمیذاره. خب بعد یاد بگیریم که خب شما میتونید میتونستن ایران به راحتی میتونستن یه شرکت خصوصی دیگه دولتی یا بخش خصوصی ایجاد کنن، نفت در ایران تولید کنه، کمک هم بگیرن از شرکت نفت ایران انگلیس که همونجور که رضا شاه ازش کمک گرفت از شرکت نفت ایران انگلیس از چرمنش برای ساختن برفرض راهن ایران خیلی معرفی کرد، بهشون کمک کرد و پالایشگاهی هم بهشون داد اصولا داد دولت ایران یه پالایشگاه نفت هم در مسجد سلیمان دقیقا جاشه نمیدونه حالا فراموش کردن. در اصل یه فرصتی بود که ما یه چیزی یاد بگیریم در اونجا. آیا رژیم جمهوری اسلامی نتیجه مستقیم انتقامجویی مصدق یا از شاه نیست که مردم ایران باید نتایج زجرآور آن را تحمل کنند؟ شما همون داستانواره انتقامجویانه را تلاش می‌نمایید زنده نگه دارید. طرفداران و مبلغین برای مصدق با تبلیغ بر ضد امریکا و دنیای آزاد در حال حاضر دارند زمینه‌ای را برای رژیم دیکتاتوری آینده را فراهم می‌نمایند. استانبول طرفداران مصدق انباشته از تبلیغ بر ضد دنیای آزاد امریکاست و تلاش می‌کنند نقش تعیین کننده اسلام سیاسی را در سرنگونی رژیم مصدق پنهان کنند. اجازه بذارید من این صفحه رو به اشتراک بذارم که اگه مایل هستید خودتون مطالعه بکنید. فکر کنم به اشتراک گذاشتمش. چند تا سوال معین و مشخصه و ببینیم که جناب امینی چه پاسخی داره برای این سوالهایی که درجه میشه. بله وقتی زیادی باقی نمونده. این وضعیه که هستش و مسئله اینی که ما باید با یک داستانواره معقولی داشته باشیم اگه میخواییم در آینده بعضمون بدتر از اینکه در حال حاضر هست نباشیم. باید ببینیم در گذشته چه اشتباهی معینی شده که در آینده اون اشتباهات نشه. ولی به نظر من تبلیغ برای مصدق و رژیم مصدق و سودان زمینه اون ذهنیت منفی که ایجاد میکنه نسبت به دموکراسی‌های جهان و دنیای آزاد فراهم میکنه اون امکانو برای دیکتاتور بعدی و این نکته خیلی مهمه که ما باید توجه داشته باشیم. که اگه میخواییم
آینده بهتری داشته باشیم، یک نراتیو و داستانواری واقعی از گذشتمون داشته باشیم و بتونیم ببینیم اشتباهایی که شده و اون اشتباه ها رو تکرار نکنیم. اگه بخوایم این چرخ هرز بچرخیم، مسلماً من تصور نمی کنم ایران از وضعیتی که داره، حتی اگه رژیم جمهوری اسلامی فردا سرنگون بشه، وضعیت بهتری پیدا بکنه. چون ما ذهنیت سیاسی که غالبه از طرف این سنیروی سیاسی معین که اسلام سیاسی باشه، کمونیستا باشن که شرکای فدرالی خلق نمایندگیشون میکنن، حزب توده نمایندگیشون میکنه و خیلی هاشون هم هستن و مصدقی ها نمایندگیشون میکنن، هر سه در یک بخش تبلیغاتیشون با هم توافق دارن، تبلیغات ضد غربیه. خب این باید بتونیم ببینیم و نتیجهش هم ببینیم، ببینیم اگه درسته که خب ادامهش بدید، اگه خب غلط هم خب معترف باشیم و تصحیحش بکنیم. بذاریم از یک مسئله‌ای که هستش در نظر اقتصادی برای چین کمونیست، اون صحبت‌هایی که ما همیشه می‌کنیم در اینجا، استفاده از تکنولوژی غرب و برفرض واوی که بزرگترین تولید کننده زیربنای صنعت اینترنت و حتی در انگلیس هم میخواست این کار بکنه که بعد انگلستان رأیش عوض شد، یا در آلمان خیلی زیربنای تکنولوژی اینترنت شد سازندش اونه، نمیتونه از واوی نمیتونه از گوگل استفاده بکنه، از تکنولوژی گوگل، و به خاطر اینکه نمیتونه از تکنولوژی گوگل استفاده بکنه، نزدیک شاید بگیم 10% از فروشش پایین اومده، چون گوگل در حساب این پلتفرمی که داره آنچنان گسترش پیدا کرده، تمام دنیا ازش استفاده میکنن، اگه شرکت بیاد اونو بذاره کنار میخواد پلتفرم دیگه این مال خودش رو بذاره، چون به اون سطح گسترده استفاده نمیشه در جهان، در کارش خراب میشه. در این موقع ما میبینیم که واوی که یکی از افتخارات صنعتی چین کمونیسته، به اضافه افتخاراتی دیگه هم که داره و تمام اینا رو هم با همکاری با دنیای آزاد به دست آورده، یعنی برفرض شرکت امریکایی یا اروپایی همین میتونن برن در چین کمونیست، حالا چیپ سازی میخواد بخواد، اتومبیل سازی میخواد باشه، هر شرکتی بخواد اونجا تشکیل میدن، جای به قانون اون کشور میسازن و سودشون هم برمیدارن میان. برفرض اپل، تمام تلفن های اپل در چین کمونیست ساخته میشه و برای امریکا میشه و بزرگترین شرکت، به اصطلاح یکی از شرکت هایی است که به تریلیون دلار رسی ارزشش. منظور به مقایسه در اینجا بشه همیشه و سرنوشت شرکت نفت ایران انگلیس داشت که ایران درش سهم داشت، 17% سودش مال ایران بود، به اضافه اینکه هرچی از فشار می آوردن که بیشتر کارکنانش باید ایرانی باشه و خب روز روز هم بیشتر می شد، به اضافه اینکه هر تون نفتی هم که استخراج می کنه یه پولی بهش باید به دولت ایران می دادن. معمولا در امریکا هم اینجوریه، امریکا یه زمین اجاره میکنه شرکت نفت و بسکی به مقدار نفتی که استخراج میکنه هر تونی باید یه پولی به دولت امریکا بده، به خاطری که اجازه دولت امریکا اجازه در زمینش استفاده بکنه، و این وضعیت در ایران هم بودش. در اصل گوگل واوی از این نظر با مشکل زیادی در به خاطر که سیستم گوگل نمیتونه استفاده کنه روبرو شده. همینطور ما میدونیم که امریکا از نظر زنجیره تولید صنایع خیلی متکی به چین کمونیست، به ویژه در مورد چیپ سازی که خب خیلی مهمه و اقدام
جدی شده شرکت رو دارن انجام میدن که این کارخونه ها رو برگردونن به امریکا. خیلی عجیبه واقعا. عجب. همه کارهایی که در امریکا میشه بیشتر روی سرویس 70% اکانومی و مصرف روی مصرف کننده است و از بالشت میسازن در اینجور طرف چیپس در اینجور نمیسازن. در حال حاضر این مقدار حواسشون جمع شده و بخوان کارخونه ها رو برگردونن بیارن تو امریکا. البته میدونیم خیلیشو بردن به ژاپن، ویتنام شمالی، ویتنام بردن، شمالی جنوبی وجود نداره، به ویتنام بردن و خیلیش هم به هندوستان بردن. خیلی جالبه که برفرض هندوستان ویتنامش که اینقدر سالها با امریکا جنگید و اینا کشته دادن، خیلی با هم دوست صمیمی هستن. ولی خب ما ایرانی ها هنوز جریان مصدق و دعوا رو ادامه بدیم با امریکا. حالا واقعی و غیر واقعی مسئله جلوگون است. من تصور میکنم وقت من تموم شده الان، ولی یعنی آخر برنامه هم یک اجازه بدیم یک نگاهی بکنیم به بازار سهام و برنامه رو تموم کنیم. ولی امروز در حال حاضر داو جونز مثبت شده 138 تا، S&P 500 هم بیشتر از 5 پوند مثبت شده و نسداک ولی هنوز منفیه نزدیک 20 پوند. و این هم نزدیک 20 پوند منفی. در اصل من امیدوارم که این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه و امیدوارم که هفته خیلی خوشی در پیش داشته باشید. جناب بهبهانی، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید. بدرود. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east transponder A1 frequency 10721 MHz polarity horizontal symbol rate 22000 FEC 34.